بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با هاشم روزایی سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده آقای روزایی سلام به شما خوش آمدین به برنامه سلام به شما سلام به بیننده های برنامه بازار امیدوار که شب خوش را بیننده ممنون دلیل افزایش نرخ دلار چه هست هم قسمی که برای شما معلوم است دو عامل عمده است که بالای اثر تاثیر داره یک عامل داخلی دو عامل خارجی در عامل خارجی البته باید بگیم که دلار امریکایی در سطح دنیا در مقابل تمام اسعار بالا رفته و ولایت های علایده داره که چرا دلار بالا رفته ولی میایم به با افغانستان به ایالت های داخلی بی های سیاسی جنگ ناامنی ها از جمله علت هایی است که پول افغانی را بیارزش ساخته البته پول افغانی از نگاه موسم و فصلی هم تاثیر گذار است به طور مثال ما در ش... در ماه مبارک رمضان هستیم در ماه مبارک رمضان مردم ما زیادتر به خرید و فروش مواد خوراکه و غذایی و لباس و بالاخره در آستانه خدا خواسته با شهید هستیم در اون صورت مقدار تقاضا به اثار خارجی به خصوص به دلار امریکایی فوق العاده زیاد است و نرخ ارزش پول افغانی هم در بازار افغانستان به با اساس بازار آزاد به با عرضه و تقاضا تثبیت میگرده بنان تقاضا زیاد پول افغانی صورت میگیره پس چرا تقاضا به دلار بیشتر است ببین ما تقریبا کشوری هستیم که ما 90 فیصد واردات داریم و ده فیصد صادرات داریم تمام اجناس را که شما در بازارهای افغانستان و بالخصوص در شهر کابل میبینید ای به دلار امریکایی و به سایر اسعار منطقه خریداری میشه بنان تقاضا با خرید اسعار در این شب روز ماه مبارک رمضان فوق العاده زیادتر است ارگو تقاضا زیاد شود در صورت پول افغانی ما خراب میشه در قسمت این صبات پولی بیشتر برای ما بگوین که بانک مرکزی تا چه حد تانسته که این وضعیت را تا حد کنترل بکنه یا اقدام بکنه ما از مقامات محترم دیوانستان بانک دائم ای خواهش داشتیم که در موسم در زمانی که فصل های مناسبتی است مانند ایام دوید مانند ماه مبارک رمضان مقدار فروشی دلار که تقاضا زیادتر است باید زیاتر بسازه متاسفانه که مقدار تقاضایی که زیاد میشه در او صورت باز افغانستان بانک مقدار فروشات خود کم میسازه که در او صورت باز پول افغانی به ارزش میشه همچنان یک از علتایی که پول افغانی ما بسیار خراب میشه تحریمایی که بالای کشور ایران از طرف ایالات متحده آمریکا شده هر تومان ایرانی و کلدار پاکستانی خراب شوه او تاثیرگذار بالای پول افغانی ما میباشه به خاطری که این دو مملکت از جمله شرکای تجارتی ماست هر پول ارزی یا پول زیاد خراب شوه در صورت باز بالای پول افغانی هم تاثیرگذار است اما آیا قاچاق پول دلار هنوز هم صورت میگیره و ای هم تاثیرگذار بوده؟ دلار ما البته در خصوص قاچاق دلار بگم یعنی هیچ کس دلار او اجناس در خارج قاچاق میشه کو چند چند مفاد فروخته شود ولی دلار نرخ ثابتی که نداره و ما طرف رد میکنیم که دلار قاچاق میشه ممکن سرد بازی که ما با کشور پاکستان و با ایران داریم شاید تا یک اندازه قاچاق شوه ولی از طریق میدانهای هوایی و از طریق سایر مرضای کشور ما نظارت و کنترل از طرف ارگانهای امنیتی میشه. و ما کسایی که دست به ای کار بزنه و یک جرم است ما زورگان های امنیتی میخواییم که شانها دستگیر کنه برای ثبات پولی باید چه صورت بگیره؟ برای ثبات پولی افغانی دو را وجود داره یک در دراز مدت ما باید به بنای اقتصادی توجه داشته باشیم ما بندهای برق بسازیم ما معادن خود استخراج کنیم ما سرکای میاری داشته باشیم ما رشد اقتصادی داشته باشیم ما با صنعت خود توجه داشته باشیم ما با سکتور زراعت خود توجه داشته باشیم در اون صورت ما میتونیم در دراز مدت بتونیم ارزش پول افغانی را بالا ببریم ولی در کوتاه مدت یگانه رایی که ما ما را نجات میده و که از ثباتی پول افغانی فقط اکشن های افغانستان بانک است که تا مقدار اضافگی افغانی را از بازار جمع کنه و در مقابلش دلار امریکایی در اکشن نماید افزایش دلار چه تاثیرات روی بازارها و کالاها داشته میدونه امروز در افغانستان تجارت به شکلی شده که تجار ملی ما یا کسایی که در عرصه تجارت کار میکنه یک منفعت از از جنس خود میگیرن و یک منفعت هم از تبادله اسال میگیرند که یک ظلم بسیار کلان در حق مردم ماست ما از مردم خود از تجار ملی خود از کسایی که در عرصه فروش اجناس خوراکی کار میکنند ما خواهشمندیم که تنها با سر بالای منفعت اموجنس جنس اکتفا کنن و تنها بالای اسار با منفعت اسار فکر نکنن و ان که ما در روزهای آینده شاهد پایین آمدن نرخهای های بلخصوص دلار امریکایی در افغانستان خواد بودیم حالا آنچه که اتحادیه سرای شهزاده گفته که با ادامی این وضعیت سیاسی و امنیتی انتظار میده که ارزش دلار بیشتر از این در برابر افغانی افزایش پیدا بکنه ببینید ارزش پول افغانی را هیچ کس نمیدونه فقط بازار آزاد عرضه و تقاضا هر گاد عرضه اسعار زیاتر شوه در اون صورت ما بر شما میگم از طریق تلویزیون شما که ان ما شاهد باثبات شدن پول افغانی در روزهای بعدی خواهد بودیم از این هم میشه بیشتر بگوین که استفاده از خود پول افغانی در ولایت های مختلف افغانستان تا چه حد تاثیر گذار بوده میتونه بر ثبات پولی اما قسمی که برای شما معلوم است ما در در تمام افغانستان در حدود 220 میلیارد افغانی در گردش داریم ارگو این مقدار به 400 میلیارد برسه یعنی جلوگیری از داد و کلدار پاکستانی و تومان ایرانی صورت بگیره ما برتون گفتم میتونم که انشالله ما پل افغانی را با ارزش خواست, خواست ساختیم و ما از مردم محترم خود مندم که با, با گرفتن آگاهی در خصوص اثار از پل افغانی خود که هویت ملی ماست و متظمنش د افغانستان بانک است از او در داد و سطید روزمرهی خود استفاده کنند و همچنان به خاطر ثبات پل افغانی باید ما از پل افغانی در داد و سطید روزمرهی خود استفاده نماهیم این بلند رفتن نرخ دلار تا چه حد روی قیمت ها تاثیر گذار بوده فوق العاده ار، ارگا اثر بالا بره به اون صورت جنس ها بالا میره و بالای کسایی که ماش ثابت دارن و عایدات ثابت دارن با بنان بالای خودشان و بالای دسترخوانشان تاثیر گذار می باشه در افغانستان در این یک ماه این وضعیت چگونه بوده است میزان افزایش دلار تا چه حد بوده البته ما قبلا هم گفتم که ما این رمضان بوده تقاضا به اثر زیاتر بناعا ما شاهد خراب شدن پل افغانی در سطح بسیار خرابش بودیم یعنی هیچ وقت پول افغانی تا این اندازه را خراب نشده ما امیدوار هستیم که در خصوص سیاست پولی در خصوص ارزش پول افغانی مقامات محترم دی افغانستان بانک و وزارت محترم مالیه یک تصمیم جدی بگیرند مقدار یک شنای خود در این ماه مبارک این رمضان اضافه تر بسازند و اما اعلان که میکنن اگر 3 میلیون اعلان میکنن باید هم 3 میلیون به فروش برسانند یعنی اعلان میکنن 3 میلیون ولی میفروشن 20 میلیون که هم بالای بازار تاثیرات ناگوار داره در مورد سیاست پولی بیشتر برای ما که چگونه گونه میتونه کمک کننده باشه البته سیاست پولی اما قسمی که موجیش در افغانستان بانک وزارت محترم مالی است ولی ما برتون بگم که مردم ما هم ده ای تاثیر گذار است به خاطر تاثیر گذار است که اگر سطح آگاهی مردم ما بالا برده شود بنان میتونن که از اسوار خود ما استفاده کنن اگر ما در 34 ولایت افغانستان از پول افغان... افغانی در داد روزمره خود استفاده کنیم این بالای ارزش سایر اجناس و همچنان بالای ارزش پول افغان... افغانی افغانی در این زمینه تاکنون آیا آگاهی دهی صورت گرفته کار شده؟ متاسفانه ای گله ما از رسانه ها بلخصوص از رسانه های شما که یک رسانه است ما ای گله داریم تا در خصوص سه سطح آگاهی مردم کار کنین و تا مردم ما در داد و ستت روزمره خود در 34 ولایت افغانستان افغانستان در این موارد صحبت های صورت گرفته ولی راه که بتونه مردم مجبور شوند به که باید از افغانی استفاده بکنن چه هست؟ البته بازار آزاد ما را اجازه نمیده که مجبوریت ها شود بازار آزاد است و هر کس سرمایش به جیب خودش است بنان آگاهی دادن از طریق رسانه وظیفه میهنی هر کدام ما شماست اما آیا پرداخت جریمه یا هم ممنوع قرار دادن داز از یا استفاده از ارزها خارجی میتونه یکی از موارد باشه که کمک کننده شب تاثیر گذار است ولی بهترین رایش به نظر ما فقط بالا بردن سطح آگاهی مردم است که متاسفانه در سطح بسیار پایین است مردم سرمایه خود با اثار خارجی داد میکنن با کلدار پاکستانی و تومن ایرانی داد میکنن که نقصشه خود مردم ما میبینن آینده به پول را چگونه میبینین؟ آیا ارزش افغانی دوباره سرجاش خواهد بود؟ آیا دلار دوباره ارزشش پایین خواهد آمد یا فکر میکنین که آنچه که نگرانی ایجاد کرده بیشتر از این خواهد شد ما در این ماه مبارک رمضان به دربار خداوند دوام میکنیم که اول در کشور صلح شوه جنگ از بین برده شوه مصارفی که ما با جنگ میکنیم ای در خصوص پل افغانی شوه ثبات پل افغانی به وجود بیاید ما ان در روزای بسیار نزدیک شاهد بازش شدن پل افغانی هستیم ممنون از شما هاشم روزایی سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل تشکر